گلبدین حکمتیار: دولت برنامه واحدی برای صلح ندارد. رئیس پلان و پالیسی وزارت شهرسازی در کابل ترور شد. استقبال حکومت از افزایش کمک های امریکا به نیروهای امنیتی. و کابل از مسکو تجهیزات نظامی می خرد. باید خدا بگه زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفا تا آخر با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. رئیس پلان و پلیسی وزارت شهرسازی در کابل ترور شد. پلیس کابل طلول عرف‌الله عارف رئیس پلان و پلیسی وزارت شهرسازی و ایرازی را تایید کرد. فردوس سرامت سخنگوی پلیس کابل گفت که شخص به نام عرف‌الله توسط افراد مسئله ناشناس ساعت 9 صبح امروز یکشنبه 9 جوزا در سایه نیاز بیگ از مربوطات نای پنجم شهر کابل کشته شده است. فردوس فرامد جزئیات بیشتر در مورد هویت فرد قربانی ارائه نکرده و گفت که این رویداد تحت بررسی است. با گفته او در این حادثه یک نفر زخمی شده است. همزمان گزارش شده که عرف‌الله عارف رئیس پلان و پلیسی وزارت شهرسازی بوده است. وزارت شهرسازی و ایرازی تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است. ترور کارمندان دولتی در کابل و ولایت کم پیشینه نیست و طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. گلبدین حکمتیار: دولت برنامه واحدی برای صلح ندارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که دولت هنوز نتوانسته یک برنامه واحد را برای رسیدن به صلح دنبال کند و تا اکنون درگیر مشکلات داخلی است. رهبر حزب اسلامی امروز یکشنبه 9 جوزا در یک نشست خبری گفت اگر حکومت نتواند اجماع داخلی را در تصمیم گیری های صلح ایجاد کند، ما تصمیم دیگر درباره صلح و جنگ افغانستان خواهیم گرفت. آقای حکمتیار افزود که دولت در حال حاضر یک نهاد تصمیم گیری ندارد که تصمیم آن برای همه قابل قبول باشد. رهبر حزب اسلامی همچنان گفت که نشست سه جانبه را در این اواخر با رئیس مرشفگنی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین داشته که در آن نشست روی 8 مورد توافق کردند. گلبدین حکمتیار این مورد توافق شده را مشخص نکرد، اما گفت که رئیس جمهور پذیرفته است تا این مسائل توافق شده را در جریان 8 روز همگانی کند. او همچنین از تلاش‌ها برای برگزاری یک نشست سری با رهبران طالبان خبر داد و گفت که این نشست به این دلیل برگزار خواهد شد تا مشخص شود طالبان دنبال جنگ یا صلح می‌خواهند. حکمتیار در بخش از سخنانش گفت که وجود اختلافات در تیم رئیس جمهور اشرف‌غنی برجسته است و در دولت روی صلح و شکلگیری شورای دولتی اختلاف نظر جدی وجود دارد. او اضافه کرد که احزاب آماده یک طرح واحد برای پایان جنگ در کشور و رسیدن به صلح است، اما اگر حکومت در این باره کار نتواند احزاب خودشان تصمیم خواهند گرفت. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای تسریع روند صلح افغانستان، همدلا محیط مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهوری روز شنبه گفت که شورای دولت تنها در امور صلح فعالیت خواهد داشت. کابل از مسکو تجهیزات نظامی می‌خرد. سید طیب جواد سفیر افغانستان در روسیه گفت که افغانستان قرار است از مسکو تجهیزات نظامی خریداری کند. سفیر افغانستان در مسکو روز شنبه 8 سور در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه براز امیدواری کرده است که روسیه به خواست افغانستان در زمینه خریداری تجهیزات نظامی به خصوص چربال‌های نظامی رسیدگی کند. آقای جواد افزوده است که در حال حاضر شمار زیاد از سربازان افغانستان در روسیه در حال فراگیری آموزش‌های نظامی هستند. او همچنین از دولت روسیه خواسته تا زمینه آموزش خلبانها و انجینران مکانیک افغانستان را نیز فراهم سازد. این در حال است که روسیه پس از امریکا بزرگترین صادر کننده تجهیزات نظامی در جهان است. بر اساس گزارش‌های این کشور 20% از تجهیزات نظامی جهان را در اختیار دارد و در برخی از تجهیزات از امریکا بیشتر قدم می‌گذارد. استقبال حکومت از افزایش کمک‌های آمریکا به نیروهای امنیتی. شورای امنیت ملی از افزایش کمک مالی آمریکا به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور استقبال کرده است. ایالات متحده آمریکا در یک تصمیم تازه کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2020 را به $300 میلیون افزایش داده است. رحمت الله در سخنگوی شورای امنیت ملی یکشنبه 9 جوزا در یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است ما تصمیم روابط نیک، احترام متقابل و کار مشترک با جهان را داریم و این را ثابت نیز کرده ایم. سخنگوی شورای امنیت ملی افزوده است که هفته گذشته مشاور شورای امنیت ملی آمریکا به حمدالله محب همتای افغان خود
از ادامه کمک‌ها و حمایت این کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطمینان داده بود. دولت آمریکا بودجه 715 میلیارد دلاری دفاعی را برای سال مالی 2022 را به مجلس این کشور ارائه کرده که در آن 3.3 میلیارد دلار کمک به نیروهای افغان پیشنهاد شده است. بر اساس گزارش‌ها، پیشنهاد کمک مالی دولت بایدن به نیروهای افغان 300 میلیون دلار بیشتر از بودجه سال گذشته است. در صورت تایید این پیشنهاد توسط مجلس نمایندگان آمریکا، نیازمندی مالی نیروهای امنیتی افغانستان در بخش تجهیزات، آموزش و زیربنا رفع خواهد شد. بر علاوه کمک‌های نظامی آمریکا، افغانستان کمک‌های بیشتر از وزارت خارجه آن کشور نیز دریافت خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده است در بودجه سال مالی 2022 میلادی 360 میلیون دلار برای افغانستان پیشنهاد شده که در مقایسه با سال گذشته 34 میلیون دلار بیشتر است. این پول در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و حفظ از حقوق زنان هزینه خواهد شد. مقام های آمریکایی و افغان تاکید دارند که کمک های آمریکا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه خواهد داشت. افغانستان در حال حاضر به شدت به کمک های خارجی وابسته است. سرنوشت مبهم ارتش، اقتدار یا فروپاشی؟ علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. ارتش ملی بی تردید در حال حاضر مقتدرترین نیروهایی است که برای امنیت افغانستان می جنگند و جلو سقوط و فروپاشی دولت را گرفته است، چیزی که فلسفه و کارکرد وجودی این نیروهای نظامی هم محسوب می شود. اما وضعیت جاری به اندازه مبهم و پیچیده است که موجب افزایش نگرانی ها درباره آینده این نیروها شده است. واقعیت تلخی که به این نگرانی ها دامن می زند، کاهش محسوس و خطر قطع کامل نیروهای خارجی از این نیروهای ملی است. ضمن آنکه افغانستان در گذشته تجربه فروپاشی ارتش و بحران های ناشی از آن را هم داشته است. دبیرکل ناتو اما می گوید که دولت و نیروهای مسلح افغانستان از توانایی کافی برای دفاع از حقوق بدون نیاز به حمایت نیروهای بین‌المللی برخوردارند. دبیرکل ناتو در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است در یک مقطع این افغان هستند که باید مسئولیت کامل صلح و ثبات در کشورشان را بر عهده بگیرند. ناتو در سال 2003 یعنی دو سال بعد از سقوط طالبان در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به دلیل پناه دادن اسامه بن لادن رهبر القاعده مسئولیت امنیت افغانستان را بر عهده گرفت. این ائتلاف نظامی قرار است تا 11 سپتامبر امسال در 20 سالگرد حملات 2001 افغانستان را ترک کند. بسیاری ابراز نگرانی کردند که با خروج آمریکا دولت و نیروهای مسلح افغانستان به سرعت مغلوب طالبان خواهند شد. مقام های دولت بایدن این نگرانی ها را رد می کنند. زلمه خلیلزاد سه شنبه هفته پیش گفت که پیشبینی ها در مورد پیشروی سریع نیروهای طالبان و سقوط کامل توسط آنها بعد از خروج نیروهای خارجی بدبینانه است. پیام دبیرکل ناتو سریع و بی پرده است که این ائتلاف نظامی بر رهبری آمریکا دیگر اراده برای حمایت مستقیم و گسترده از نیروهای امنیتی ارتش افغانستان ندارد.